بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام دارم خدمت همه شما بزرگواران عزیز و عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن ایام شهادت امام زین العابدین بیمار مصلحتی کربلا، و انشاءالله بتونیم به سان این امام بزرگوار، این پیشوای ما، راوی خوبی باشیم برای کربلا، واقعه عاشورا، و بتونیم انشاءالله عاشورایی و کربلایی همیشه زندگی بکنیم. راجع به خدمت شما هم عرض سلام دارم و عرض تسلیت. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الاراضین الحجة ابن الحسن المهدی روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و اللعنة الدائمة الابدية على اعدائهم و مخالفیهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بنده هم به نوبت خودم به شما دوست و مجری محترم شبکه جهانی امام حسین و همه بینندگان عزیز شبکه امام حسین عرض سلام و ادب دارم. سلام علیکم و رحمت الله. و شهادت امام زین العابدین سید الساجدین رو به همه شیعیان امیر المؤمنین و شما بینندگان محترم شبکه امام حسین تسلیت عرض می کنم. در خدمت خیلی متشکرم. ممنونیم. من اولی تشکر بکنم از همه بینندگان به خاطر اینکه امشب هم وقتشون رو اختصاص دادن به برنامه سرزمین عشق از کربلای معلا تقدیم حضورتون میشه به صورت زنده و مستقیم. و باز هم عذرخواهی بکنم بابت گرفتگی صدا و کسالتی که دارم، بنابر این نظر امشب خدمتتون مشرف بشم، ولی خب به هم لطایف الهیه خود رو به برنامه رسوندم. عذرخواهی میکنم امشب پیش اگر صدایی رو میشنوید که از بین الحرمین توی استودیو اینطور همیندازه، این صدای دسته های عزاداری که اومدن خدمت واسه شهدا عرض تسلیت داشته باشن، شهادت زین العابدین علیه السلام و این عاشقان دلباختگان مکتب حسینی، تا جایی یک نیکان شما خالی، ای کاش بودیم که بین الحرمین همراهی میکردیم این عشاق رو. نمیدونم رفقاتون اتاق فرمان میتونن تصاویر رو بدن، بیننده ها هم همراهی بکنن، همدلی بکنن این خیلی عزاداران و این بزرگوارانی که اومدن این عاشقانه خدمت آقاصد شهدا عرض تسلیت داشته باشه. با این که بضاعت همون مزجاته آقاصد شهدا خدمتتون اومدیم، شما تسلیت بگیم، اومدیم خدمتتون، میخواییم پا به پای این عاشقان، پا به پای این کسانی که اومدن به تسلیت گفتن به شما مولای من، بتونیم انشاءالله ما را هم با اینها همراه بکنید و همدل بکنید، انشاءالله بتونیم حاجت های عکس شده از حرم شما خارج بشیم، چون دلهاتون روانه حرم آقاصد شهدا شده مطلتون نکنید. مشرف بشیم به حرم آقاصد شهدا و قطعا برای همدیگه دعا خواهیم کرد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك وعلى ابنك علي بن الحسين سيد الساجدين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين. السلام عليك ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته.
که با حاجت‌های عقص شده از حرم عاصب شهدا خارج شده باشین و بدون اینکه بخوایم توصیه بکنیم و بخوایم تذکر بدیم، حتما خادمین خودتون در شبکه جهانی امام حسین علیه السلام رو از دعای خیرتون فراموش نکردیم. اما شبهایی که ما خدمتون رسیدیم، سعی کردیم در محوریت بحث امامت و معرفت به امام صحبت بکنیم و جلساتی که خدمتون بودیم مطالب رو تقدیم حضورتون کردیم، مطالبی که برگرفته شده از روایات معارف اهل بیت علیه السلام. خیلی جالبه وقتی که صحبت از زیارت میشه، صحبت از خیلی از اعمال و رفتاریه که باید یک شیعه، یک موالی، کسی که اهل بیت علیه السلام به دوست داره که اقتدا به اونها بکنه، یک مطلبی رو و یک رکن رکینی رو همیشه مطرح میکنه. مثل بحث زیارت که هر وقت فضائل زیارت رو که میگن در کنارش میبینیم گفته میشه که اگر اون معرفت رو به مزورتون داشته باشید. یعنی چی؟ یعنی اگر شما مشرف شدین به حرم قاصد الشهدا، به این مقامات با اون زیارتتون دست پیدا میکنید، اما به شرطها و شروطها. این شرط چیه؟ این رکن رکین چیه؟ اون معرفتیه که ما باید با قاصد الشهدا داشته باشیم. برگردیم به بحث دیشب وقتی که مطرح شد که اگر کسی خدای نکرده از دنیا بره و امام زمانش رو نشناسه، به مرگ جاهلیت از دنیا رفته، من مات ولم یعرف امام زمانه، مات میتتا جاهلیه، تازه به دین نصارا و یهود حتی نمرده، یعنی حتی موحد از دنیا نرفته، یعنی وقتی که امامت رو نداشته باشه از اون بره ماجرا بره. اگر امامت رو داشته باشیم، صد که آیت 90 هم پیش ماست، چون مجرای فیض امامته. اگر قرار باشه توحیدمون، نبوتمون، معادمون رو درست بکنیم، قطعا از راه امامت. امامتی که بحث محوریت برای ما داره، مثلا امام کمثل الکعبه، امام محوریته. ما باید بریم گرد وجود اهل بیت علیه السلام طواف بکنیم، طواف معرفت داشته باشیم و این عقص معرفت رو داشته باشیم. اما امشب سوالی که میخواییم مطرح بکنیم خدمت آقای فالی اینه که آقا این بحث امامت و از بحث معرفتی که باید پیدا بکنیم به اهل بیت علیهم السلام چطوره و چطور ما میتونیم این معرفت رو کسب بکنیم و امامان رو بشناسیم؟ قبل از این که شروع در بحث کنم، سخنی که پیشوایان معصوم مقابل فرمودند، امام صادق علیه السلام به ما متذکر شدند که در زمان غیبت مولایمان، زمان غیبت آقا امام زمان، یکی از سفارشات خب دعای ندبه است که خود آقا امام صادق فرمودند این دعا رو در زمان غیبت امام زمان دعای ندبه خونده بشه، و یکی دیگه هم بازم اون دعای معرفته. به ما فرمودن این دعا رو بخوانید، اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک، اللهم عرفنی رسولک فانک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللهم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی، اللهم لا تمتنی میتتن جاهلیه ولا تزغ قلبی بعد اذ هدیتنی. باز آقا امام صادق علیه السلام فرمودند این دعا رو بخونید، یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی على دینک، برای ثبات قدم در دین الهی باید انسان همیشه این دعا رو بخونه تا خداوند متعال او رو ثابت قدم بداره در ایمانش. ما گفتیم که لازم ما معرفت نسبت به اماممون داشته باشیم، چون اگر معرفت پیدا نکنیم، رسول مکرم اسلام می‌فرمایند به مرگ انسان منافق، انسان کافر، انسانی که گمراه میتتن جاهلیه رو امام صادق بر ما شرح دادن، انسان گمراه، به اون مرگ انسان میمیرد. خب از کجا من امام زمانم رو بشناسم؟ شاخصه چیه؟
بهترین شاخصه رو قرآن کریم به ما داده. یعنی راه شناخت امام قرآنه، راه شناخت امام روایات اهل بیت عصمت و طهارت، قول پیغمبر، گفتار پیغمبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. لذا ما میبینیم خداوند متعال در قرآن کریم در هر زمان آمده معرفی کرده. فرعون در مقابل فرعون، حضرت موسی علی نبینا و آله علیه السلام، نمرود در مقابلش حضرت ابراهیم علیه السلام، امام حق حضرت ابراهیم، انی جاعلک للناس اماما، امام بر حق، در مقابل نمرود امام باطل، رهبر گمراهی ضلالت، فرعون که گفت انا ربکم الاعلا، امام ضلالت، در مقابل حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام، امام بر حق. خداوند متعال این قصصی که در قرآن آورده به ما معرفی کرده که شناسه برای ما باشه، راه رو بشناسیم، راه صحیح رو، تا بیاد وجود مقدس پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و در مقابل پیغمبر بنی امیه، ابو سفیان و غیر که رهبران ضلالت بودند، جهل و نادانی بودند، که در مقابل پیغمبر ایستادگی کردند. تا الان چیزی که محرز و مشخصه اینه که همیشه در ادوار تاریخ همیشه بوده، یک فرعون و یک حضرت موسی بوده، یک حضرت ابراهیم و نمرودی بوده، پیامبر و بنی امیه و اشخاص دیگه‌ای بودن، همیشه این هست. یعنی امام حق و امام باطل یا ائمه کفر و ضلاله همیشه هست. احسنت. تا الان که وجود مقدس قطب دائره امکان، امام زمان، امام بر حق حاضر هستند، شاهد هستند، اما از چشم گناهکار من پرده بر روی چشم منه، من امامم رو نمیشناسم، شناسایی نسبت به امامم ندارم، نمیشناسم امامم رو. در مقابل امام زمان رهبران ضلالت، فراعنه، نمرودها هستند که مقابله میکنند با امام برحق، امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. لذا میبینیم خداوند متعال در منطق قرآن و بیان قرآن آمده به ما معرفی میکند که منطق قرآن، بیان قرآن، گفتار قرآن دو گونه امام داره، به ما معرفی کرده است. در سوره انبیا آیه 73 خداوند متعال میفرماید و جعلناهم، امام برحق رو میخوای بشناسی؟ امام برحق کیه؟ خداوند متعال میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و جعلناهم ائمه یهدون بامرنا، و جعلناهم ائمه یهدون بامرنا، آنها را پیشوایانی قرار دادیم که مردم را به سوی ما هدایت می کنند. و اوحینا الیهم فعل الخیرات، به فرمان ما مردم را هدایت می کردند به انجام کارهای نیک و برپا داشتن نماز، فعل الخیرات و اقام الصلاة و ایتاء الزکات و کانوا لنا عابدین، و انجام کارهای نیک و برپا داشتن نماز و ادای زکات رو به آنها وحی کردیم. ویژگیشون چی بود؟ خواهی امام برحق رو بشناسی، از امام باطل تشخیص بدی شاخصه چینه؟ و کانوا لنا عابدین، خودشون اهل عمل، این امامان بندگی من خدا رو میکردند، فقط من رو عبادت میکردند. در مقابل پیشوایان ضلالت، رهبران ضلالت و گمراهی و انحراف و باطل، اینها چی؟ بندگی شیطان رو میکنند.
این شاخص است. لذا در سوره قصص آیه 41 باز خداوند متعال می‌فرماید امام باطل رو میخوان به ما خداوند معرفی کند. هل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و جعلناهم ائمه يدعون الى النار و یوم القیامت لا ينصرون. هدایت به سمت آتش میکنه. آنها را پیشوایان و رهبرانی قرار دادیم که مردم را به سوی دوزخ آتش دعوت میکنند و روز رستاخیز اینها یاری نمیشوند. خب اینجا خداوند خب به ما منطق قرآن، گفتار قرآن، بیان قرآن اینه که دو امامه. ای مردم آگاه باشید، یک فرعون هست امام باطله، از اون طرف حضرت موسی هست امام برحق، حضرت ابراهیم علیه السلام هست امام برحق، نمرود هست رهبر ضلالت و گمراهیه. لذا خداوند کسانی که تبعیت کنند از اینها، تابع این امامه، امام برحق، تابع امام باطله، رهبر ضلالت و گمراهیه، خداوند باز در آیه قرآن آمده میگه سرانجامشون چی میشه اینها. خداوند از ابتدا گفته که امام برحق، یک امام برباطل. سرانجام کسانی که امام باطل بودند و اونهایی که پیروی کردند به دنبالشون به طرف آتش جهنم رفتن، سرانجامشون چی میشه؟ خداوند در سوره اسراء آیه 71 چی میفرماید؟ یوم ندعو کل اناس به امام. روز قیامت اون روزی است که هر گروهی رو با امامشان دعوت میکنی. امام ها سرگروه میشن و اینها زیر مجموعه ها. هر زمان این که در روایت داریم که هر امامی مسئول امت خود در زمان خود. الان وجود مقدس آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف مسئول این زمان هستند و ما محشور میشیم ان شاء الله با آقا امام زمان، پیروان امام زمان با امام زمان محشور میشن. اون کسانی که در زمان امیرالمؤمنین بودند با امیرالمؤمنین، امام حسین با امام حسین، روایت در مورد این هست. حتی علی ابن ابراهیم قمی رضوان الله تعالی علیه در تفسیرش آورده که مراد از این یوم ندعو کل اناس به امامهم، روز قیامت روزی است که هر گروهی را با امامشان دعوت میکنند. میگوید اون روز اونهایی که به دنبال ابوبکر بودند با ابوبکر محشور میشن، اونهایی که در زمان عمر بودند با عمر، اونهایی که با عثمان با عثمان، و اونهایی که با امیرالمؤمنین علی علیه السلام بودند با امیرالمؤمنین محشور خواهند شد. خب وجود مقدس آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام، شخصی است به نام بشربن غالب، میگه در منزلگاه ثعلبیه خدمت امام حسین علیه السلام رسیدم، سید الشهدا، عرض کردم تفسیر این آیه چیست؟ یوم ندعو کل اناس به امامهم، سوره اسراء آیه 71. آقا امام حسین علیه السلام فرمودند امام دعا الى الهدى فاجابوه الیه، امامی است که مردم را به سوی هدایت رهنمونه، مردم را هدایت میکنه به صراط مستقیم، فاجابوه الیه، عده او رو اجابت میکنند. و امام دعا الى ضلاله فاجابوه الیه، امامی است، رهبری است، پیشوایی است که مردم رو دعوت میکنه به سوی گمراهی، تاریکی، عده گروهی هم اونو اجابت میکنند. هؤلاء فی الجنه و هؤلاء فی النار. گروه اول با امامشون میرن کجا؟
به بهشت. و گروه دوم با امامشون، رهبرشون، پیشواشون میرن به سوی آتش جهنم. نوریان نوریان را طالبند، ناریان ناریان, ناریان را جازبند. بعد آقا امام حسین علیه السلام استشهاد کردند برای این گفتشون به باز قول خداوند متعال در سوره شورا آیه هفتم در انتهای همین روایت فرمودند و هو قوله عز و جل فریق فی الجنه و فریق فی السعیر. این قول خداوند متعاله که گروهی در آتش، در گروهی در بهشت هستند و گروهی در جهنم. لذا باید ما معرفت نسبت به اماممون پیدا کنیم، شناخت پیدا کنیم. اگر میخواییم خدا رو بشناسیم، معرفت نسبت به خدا لازمش معرفت نسبت به امام زمانه. لذا در روایتی است که از آقا امام باقر علیه السلام، ابی حمزه میگوید که سوال کردم آقا امام باقر علیه السلام، به من فرمودند انما یعبد الله من یعرف الله، همانا خدا رو کسی میپرستد که او رو بشناسد. باید شناخت نسبت به خداوند متعال داشته باشم تا بتونم خدا رو بپرستم. پرستش بدون شناخت، و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یعنی چی؟ ای ليعرفون. معرفت اول، بعدن چیه؟ بندگی. بندگی بدون معرفت فایده ای نداره، میشه چی؟ نماز تراویح. نماز تراویح یعنی چیه؟ بندگی بدون معرفته. این که من بیام نمازی بخونم بدعت در دین بذارم، بدعته. وقتی بدعت باشه یعنی گناه، یعنی حرام. خداوند متعال این نماز رو از من نخواسته و منو منع کرده پیغمبر، اما بیام در دین داخل، چون معرفت چون ندارم. پس این بندگی فایده‌ای نداره. نداره. خب راهش چیه؟ امام باقر علیه السلام فرمودند خدا رو کسی میپرستد که او را بشناسد. فاما من لا يعرف الله فانما يعبده هكذا ضلالا. آقا امام باقر علیه السلام میفرمایند کسی که خدا رو نشناسه این گونه، مانند عامه مردم که آگاهی و معرفت ندارند، این گونه گمراهانه خدا رو میپرسته، پرستش می. قلتو راوی میگه از آقا امام باقر علیه السلام سوال کردم، قلتو جعلتو فداک فما معرفت الله، عرض کردم قربانت، فدات بشم، قربانت بشم، معرفت خدا چیست؟ قال تصدیق الله عز و جل و تصدیق رسوله صلی الله علیه و آله و سلم و موالات علی صلوات الله و سلامه علیه و الائتمام به و بالائمه الهدى علیهم السلام. معرفت خدا چیست؟ فرمود باور داشتن خدا، تصدیق قلبی. ایمان اصلا یعنی چی؟ یعنی من تصدیق قلبی کنم خداوند متعال. پس یک، باور داشتن خداوند عز و جل و باور داشتن پیغمبرش، تصدیق قلبی نسبت به پیغمبر صلی الله علیه و آله، و دوست داشتن امیرالمؤمنین علی علیه الصلاه و السلام و پیروی از امیرالمؤمنین و از ائمه هدا علیهم السلام.
السلام، این رو بهش میگن معرفت الله. یه تعریف جامع از معرفت جامع. معرفت الله همونی که اول این دعایی که امام صادق به ما فرمودن، اللهم عرفنی نفسک، میخوام خدا رو بشناسم، به گمراهی و ضلالت نیفتم، باید این گونه خدا رو بهش شناخت پیدا کنم. دعا رو یک بار دیگه میخونید آقا. اللهم عرفنی نفسک فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. درست. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اللهم لا تمتني ميتة جاهلية ولا تزغ قلبي بعد إذ هديت. هدایت. چقدر قشنگی این رو ما تو قنوت هامون بخونیم یا بعد از نماز هامون بخونیم به عنوان یک تکست معرفت شناسی، هر روز این رو یادآوری بکنیم و یک تذکر به خودمون بدیم. حالا این ادامه‌شم ادامه داره. بعدن وجود مقدس امام باقر علیه السلام در ادامه فرمود آه کفایت کنم به همین معرفت خدا؟ نه، تولی در کنار تولی چیه؟ تبری، ولایت، ولایت احمد و بیزاری والبراءة إلى الله عز وجل من عدوهم. همچنین در کنار اون باید به سوی خداوند متعال براءت بجویم از دشمنان اهل بیت عصمت و طهارت، از دشمنان پیغمبر، از دشمنان امیر المؤمنین، از دشمنان اهل بیت عصمت و طهارت. در انتها چی فرمود؟ هاکذا یعرف الله. این گونه انسان میتواند خداوند متعال رو بشناسه. این چنین شناخته میشه خداوند متعال. بسیار عالی. بحث تولی مشخص صحبت هم کردیم در اتوان، اما بحث تبرع چون میخوام خیلی راحت از کنارش نگذریم، یه صحیح بیشتری بذاریم روش، مقدار بیشترش رو مکس بکنیم. وقتی فکر نکنیم یک مستحبه یا یک مستحب مؤکده، اینجوری باشه خیلی بهتره. خیر، این یه رکنیه. اگر نباشه ما اون ولایت و معرفت و دوستیه رو دروغ گفتیم. تو امن باید با هم دیگه باشه. شاید اصلا به نوعی بشه بگیم اون واجب‌تره، چون اگر اون نباشه و ما دلمون رو خالی نکنیم از دشمنان اهل بیت و محبتی که خدای نکرد به اونها داشته باشیم، نمیتونیم محبت و معرفت اهل بیت و خدای متعال رو داشته باشیم. اصلا حب و بغض از اصول دین ماست. بله. حب و بغض اشتباه من دارد، باید انسان اول باور کنه این نه حب و بغض جزو اصوله. من باید باور قلبی و تصدیق قلبی داشته باشم. حب نسبت به اولیاء خدا، بغض و بیزاری نسبت به اعداء خدا. وقتی این قلب اومد، بعدن عمله. تولی و تبری. تولی و تبری یعنی چی؟ یعنی اظهار، اظهار ولایت، اظهار محبت، اظهار بیزاری کردن از دشمنان اهل بیت، اهل بیت عصمت چون محرزی و طهارت. بله. لذا در روایت، حالا یک روایتی بازم هست مثلا وقت گرفته بشه، روایتی که معروفه که علمای اهل سنت وقتی که آقا امام رضا داشتن می اومدن به نیشابور، در نیشابور میخواستن امام رضا بیان طرف خراسان، در نیشابور با علما برخورد کردن، اومدن از آقا امام رضا علیه السلام خواستن که آقا امام رضا اونها رو موعظه کنن. اون حدیث سلسله الذهب رو آقا امام رضا علیه السلام براشون خوندن، فرمودن از پدرم شنیدم، پدرم از پدرشون، پدرشون تا رسول مکرم اسلام، عن جبرائیل، عن میکائیل، عن اسرافیل، عن اللوح المحفوظ، عن الله سبحانه و تعالی، كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. خب این معروف، یا در این روایتی که اینجا من دیدم نصره، لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. این رو نقل کردن، خواستن برند این سوالو کردن، در این موعظه رو آقا امام رضا علیه السلام به اونها فرمودن، خواستن برن آقا امام رضا اونها رو ناداهم صداشون کردن، فرمودن برگردید
این را گوش کنید. فقط این نیست من بگم لا اله الا الله تموم شد. این دژ مستحکم الهی هست، اما چی داره؟ فرمودن به شرطها و شروطها و انا من شروطها. شرط و شروطی داره، باید امامت منم بپذیرید، در ضمن این باور داشته باشید، تصدیق کنید تا این دژ مستحکم شما رو فرا بگیره و وارد بهشت بشه. لذا وجود مقدس پیغمبر اسلام میفرمان فإن علیا کالکعبه. وجود مقدس امیر المؤمنین را در تفسیر آقا امام حسن عسکری علیه السلام آورده از رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که پیغمبر اسلام فرمودن فإن علیا کالکعبه التي امر الله باستقبالها للصلاة. اینجا تشبیه کردن، فرمودن، چون کاف کاف تشبیهه، پیغمبر اسلام فرمودن امیر المؤمنین بمانند کعبه است. کدام کعبه؟ آن کعبه‌ای که خداوند متعال فرموده برای نماز آن را قبله خود قرار دهید. به استقبالها للصلاه، جعله الله، خداوند متعال قرار داده است امیر المؤمنین علی علیه السلام را لیؤتم بهی فی امور دین و دنیا. خداوند متعال امیر المؤمن همانطور که کعبه را قبله قرار داده برای نماز، امیر المؤمنین علی علیه السلام را خداوند متعال قرار داده که مردم در امور دین و دنیاشون، یعنی سعادت دنیا و آخرت رو اگر میخوان اقتدا کنن به امیر المؤمنین، او را امام خود قرار بدن در امور دینشون و همچنین در امور دنیاشون امام و رهبرشون امیر المؤمنین باشه تا سعادتمند بشن. در ادامه میبینیم که روایتی که فریقین سنی و شیعه متواتر، فریقین نقتر اجتماع اهل قبله بر این که وجود مقدس پیغمبر اسلام فرمودند الحسن والحسین امامان قاما او قعدا. ائمه اطهار صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین، وجود مقدس آقا امام زین العابدین علیه السلام، فضائل بیشماری دارد. اما مهمترین چیز که ما باید به اون تمسک کنیم اینه که آنها امام هستند. الحسن والحسین امامان قاما او قعدا، در هر حال امامند. یعنی چی امامند؟ یعنی از جانب خدا نصب شدند. خداوند متعال امام در فرهنگ شیعه یعنی این، کسی که خداوند متعال او رو قرار داده، جعل کرده، نسب کرده به عنوان امام، امامی که معصوم از هر خطا، امامی که افضل اهل زمانشه، این امامه. وقتی این گونه شد الحسن و الحسین امامان، پیغمبر دارن به ما میفرمان بدانید تمام فضائل سیدا شباب اهل الجنه هستند، اما دو امام بزرگترین مرتبه‌ای که من باید پیروی کنم که امام من هستند. قاما، چه قیام کنند چه قیام نکنند. آقا رسول مکرم اسلام به ما چی میخوان بفرماید؟ اگر امیر المؤمنین علی علیه السلام 25 سال در کنار خانه نشستند، آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام صبر کردند، برای چی؟ امامند. اگر وجود مقدس آقا امام حسن مجتبی علیه السلام صلح کردند، امامند. من بدونم که امام منن، پیشوای منن، خواسته الهی بوده. امیر المؤمنین مأمور به صبر بودند، امام حسن مجتبی مأمور به صلح بودند. اگر آقا امام حسین علیه السلام قیام کردند، امامند.
اگر وجود مقدس آقا امام زین العابدین علیه السلام که امشب شب شهادت مظلومانه آقا امام زین العابدین علیه السلام، اگر آقا امام زین العابدین 40 سال در مظلومیت پدر بعد از واقعه عاشورا در شهادت امام حسین گریه کردند، اشک ریختند، اگر دعا نوشتند، صحیفه سجادیه نوشتند، رسالت الحقوق نوشتند، امامند، وظیفه آقا امام زین العابدین این بوده. اگر امام باقر حوزه تشکیل دادند، امام صادق 4000 شاگرد تربیت کردند، آقا امام رضا علیه السلام ولایت عهدی رو قبول کردند، بدونیم امامند. قاما او قعدا، اگر من معتقد باشم به این امام که از طرف خداست، باید بدونم امام رو خدا تعیین کرده و هر آنچه که می کند به دستور خداوند متعال. رضا در زیارت آل یاسین ما خطاب می کنیم: السلام علیک حین تقوم، السلام علیک حین تقعد، سلام بر تو ای امام زمان. خب در زمان غیبت آقا امام زمان ولی عصر امام ما قرار گرفتیم که به یمنهی روز قلبرا و به وجودهی ثبتت الارض و السما. آقا امام زمان السلام علیک حین تقوم، سلام بر تو آن هنگامی که چی؟ قیام میکنی. سلام بر تو آن هنگامی که هستی، قیام نکردی، نشستی. خطاب میکنم به امام زمانم، یعنی من این گونه باید پیرو باشم، پیروی کنم از امام زمانم، از حجت خدا. در روایتی از سلمان فارسی رضوان الله تعالی علیه سلام الله علیه میگوید که خدمت پیغمبر اسلام رسیدم، دیدم که وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام در دامان پیغمبر نشستند. پیغمبر اسلام امام حسین رو میبوسند و خطاب میکنند به سید الشهدا علیه السلام: انت السید ابن السید ابو الساده، انت الامام ابن الامام ابو الائمه، انت الحجه ابن الحجه ابو الحجج، تسع من صلبك و تاسعهم قائمهم. سلمان میگوید پیغمبر اسلام خطاب کردن به امام حسین که تو سید و سرور هستی، پسر سید و سرور و پدر سادات و سروران هستی. تو امام و پسر امام و پدر امامان هستی، تو حجت خدا، پسر حجت خدا و پدر حجج الهی هستی که از صلب تو 9 نفر خواهند آمد که آنها امامند، نهمی آنها قیام کننده آنهاست، که اینجا پیغمبر اسلام نوید وجود مقدس آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف رو داده و پیشوایان بعد از خودشون رو هم معرفی کردن. بله معرفی کردن. حالا انشالله ما فردا شب مفصل‌تر صحبت می‌کنیم، ولی همین برای اینکه گوشزد کنیم که پیغمبر اسلام به ما ائمه رو معرفی کردن و اینها امامانی هستند که از طرف خدا نصب شدند. این گونه نبوده که بگیم پیغمبر اسلام همان گونه که
اهل جاهلیت، اونهایی که بعد از که پیغمبر اسلام در غدیر خم امیرالمؤمنین رو معرفی کردن، گفتن که پیغمبر به عنوانی که پسر عموشونه، دامادشونه، دارن به عنوان امام نال. این قضیه نیست. اینا امامانی هستن که از طرف خداوند متعال تعیین شدن و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا. لذا باید ما معرفت و شناخ نسبت به اماممون داشته باشیم. بسیار. اماممون رو باید بشناسیم. این یه رکن رکین بود. سه شب الان داریم همین مطلب رو میگیم که باید این معرفت رو به اهل بیت علیهم السلام داشته باشیم، به اماممون داشته باشه. شاید یکی از ابعادش این باشه که هر کاری که امام زمان من بکنه همون کار صحیحه. شاید بی‌معرفتیه، شاید که قطعاً بی‌معرفتیه که من برم بگم که مثلا در زمان امام حسین علیه السلام باشم بگم که یا ابن رسول الله الان با این وضعیت شما برین اینجوری میشه. امام من هر کاری کرد، اگر بخوام معرفت داشته باشم جا پای حضرت بذارم. لذا من فقط گذرا میگم رد میشم، نمیخوام بازش بکنیم. لذا وقتی اون شخصی که اومد تو اون معرکه خدمت امام حسین علیه السلام گفت یا ابن رسول الله وقت نمازه، حضرت فرمودن و جعلک الله من المصلین، که به نوعی این نفرین بود و اون شخص هم الان تاریخ مسکوته. چیزی که مطمئنیم شهید نشد تو واقعه عاشورا. حال امام زمانه، امام هر کاری بکنه اون کار صحیح ترین کار ممکنه و من باید اون پیشوای منن و کاری که انجام میدن به عنوان الگو برای منه. انشاءالله که بتونیم این معرفت رو کسب بکنیم. یه فاصله کوتاهی میخوایم بگیریم، یه سرعت کوتاهی داشته باشیم، برمیگردیم در استودیوی پخش زنده در خدمت رو خواهیم. خیلی متشکرم از دوستانم در اتاق فرمان که این تصاویر رو تقدیم حضورتون کردن. میدونم دلاتون کربلاست، میدونم خیلیاتون دارین همت میکنین، دارین برنامه ریزی میکنین که انشاءالله برای 40 راهی بشین. دیگه خورده خورده داره این قافله به سمت و سوی کربلا حرکت میکنه. نکنه خدایی نکرده بیاد و این ایام بگذره و زائر امام حسین در ایام 40 نشید. هر کاری که دارید، نمیدونم چیه، هر کاری که دارید مطمئنن زیارت آسد شهدا از اون مهمتره. فقط برنامه ریزی میخواد، از خود آسد شهدا بخواین عنایت بکنن، چون تا حضرت اجازه ندن که هیچ کسی نمیتونه کربلا بیاد. حضرت هم باب رحمت واسع خدان، رحمت الله الواسعان، اگر بخواین میدن، قبل از اون که بخواین عنایت کردن. فقط خود من باید همت بکنیم. طور به خدا فضولی های ما و امثال رفقایی که دارن میان تذکر میدن رو ببخشید. به خدا دغدغه این رو داریم که همه بیان، همه به زودی زود بیان زیارت بکنن حضرت رو، خاصتا این زیارت 40 که یک دانشگاه. بیاین بچه هاتون رو بیارین، همسر و خانوادتون رو بیارید. انشاءالله با دستان پر برمیگردیم. این رو من نمیگم، با تمام کسانی که این زیارت رو درک کردن، این مشای و این عزای پیاده روی رو درک کردن میگن. بپرسید،
یه تحقیق همی که دوست دارید بکنید، بیاین انشاءالله اینجا ما را هم دعا بکن. دو جا خدمت در خدمت رسید. این که شما فرمودید بازم ما حاشیه بزنیم اینجا، واقعیت اینه، این لبه گفتن به ندای آقا سید الشهدا علیه هل من ناصر ینصرنی، یکی از راه‌های یاری کردن سید الشهدا آمدن به زیارت آقا امام حسین علیه السلامه، زنده نگه داشتن شعائر امام حسین، یکی هم زیارت سرور و سالار شهیدان آقا ابا عبدالله الحسین، مخصوصا در روز اربعین حسینی که از علائم مؤمن شمارده شده، یکی از پنج تا نشانه، بر یکی از علائم مؤمن، کسی که باور داره مؤمن خدا رو، رسول رو و امام رو، یکی علائمش اینه که به زیارت آقا امام حسین علیه السلام میاد. ان شاء الله ندای مولا و اربابمون لبیک بگیم ان شاء الله، ان شاء الله همت کنین و بیایم، به زحمتش میارزه، خیلی زحمت اجر رو علی قدر المشقه، هر چی مشقت در این راه بکشم بدونم هم دنیا و آخرت، دنیا و آخرت داره خدمت به دستگاه امام حسین صلوات الله علیه. تقریبا بدون استثناء، بدون استثناء هر کسی رو که من دیدم برای اولین بار زیارت اربعین رو درک کرد نتونست ترکش کنه. همه زیارت های حضرت قشنگه ها، همه زیارت های مخصوصه حضرت قشنگه، اما اربعین نمیدونم، یه رنگ و لعاب دیگه ای داره، یک حلاوت و طعم و شیرینی دیگه ای رو داره. نمیدونم چه نمکی حضرت توی این زیارت گذاشتن که اینطور مردم عاشقانه میان و دست پر هم برمیگردن. در ادامه بحثمون، معمولا ائمه اطهار وجود مقدس امیرالمؤمنین هنگام شهادت امام بعد خودشون رو امام حسن معرفی کرد. آقا امام حسن در هنگام شهادت آقا سید الشهدا علیه السلام را به عنوان امام به مردم معرفی کرد و وجود مقدس سید الشهدا در روز عاشورا، بعد از ظهر عاشورا، در هنگام وداع، وداع با آقا امام زین العابدین علیه السلام کردند. یک وقت آقا سید الشهدا به میدان که رفتن نگاهشون به کشته‌ها افتاد، یارانی که در خاک و خون غلتیده بودند، بدنها تیرباران، آقا امام حسین به طرف راست به طرف چپ دیدن یار و یاوری ندارن. صدای هل من ناصر ینصرنی آقا امام حسین بلند شد، هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله، هر کسی هست که این دشمنان را از حریم رسول خدا دور کنه؟ آقا امام زین العابدین که بیمار بودن و جنگ جهاد بر شخصی که بیماره نیست، شمشیر رو برداشتن برون از امام زمانشان آقا امام حسین علیه السلام، جانشون رو فدای امام حسین کنند، دفاع کنند که آقا امام حسین داره با شتاب اومدند و فرزندشون رو نگه داشتند. فرمودند فرزندم تو بیمار هستی، جهاد بر تو نیست، تو امام بعد از من بر شیعیان هستی، این زن و بچه را تو باید به مدینه بازگردانی و تو حجت خدا هستی، نباید زمین از امام از نسل من خالی بماند. آقا امام زین العابدین رو کردن به پدر و عرض کردن پدر خود چگونه نیام، در حالی که میبینم شما بیار و یاور شدید، کسی را ندارید، چگونه نیام و جانم رو فدای شما کنم؟ آقا امام حسین رو باز داشتن و فرمودن فقط یه پیامی آقا سید الشهدا به شیعیان داده که آخرین سخن آقا امام حسین علیه السلام به آقا امام زین العابدین، ولدی بلغ شیعتی عن السلام
وقل لهم ان ابي مات غريبا فاندبوا ومضى شهيدا فابكوا. پدرم قریبان از دار دنیا رفت، برای او ندبه کنیم، او شهید شد، برای او گریه کنیم. بعد آقا سید و شهدا صدا زد، یا زینه، یا ام کلثوم، یا سکینه، یا رقیه، یا فاطمه، اسمعن کلامی واعلمن ان ابنی هذا هو خليفتي عليكم وهو امام مفترض طاعه. كلام من رو خوب بشنوید، گوش کنید که این فرزندم امام زین العابدین علیه السلام، علی ابن الحسین، جانشین من بر شماست و او امامی است که اطاعتش واجبه. لذا آقا امام حسین علیه السلام معرفی کردن امام بعد خودشون رو آقا امام زین العابدین علیه السلام. یعنی تو اون لحظات چکاچک و شمشیر، تو اون وضعیت معرکه و اون جنگ، حضرت باز هم بحث امامت رو دارن مطرح میکنن و ولی شناسی که بعد از من امام زین العابدین چیز محرزی بوده، گفته شده تا به ما برسه. باز میخوام بگم در هر شرایطی بحث امامت مطرح شده. لذا بر ماست، یعنی نگاه کنید، در اون شرایط سخت آقا امام حسین علیه السلام امام زمان رو به ما معرفی کرد و بر ماست که به دیگران که امام زمان رو نمیشناسن معرفی کنیم امام بر حق. این روایتی که الان چند روز دیگر باره که کاروان از کوفه به شام میرسن، وارد شهر ماه صفر، وارد شهر شام میشه، داره که وقتی که کاروان آقا امام زین العابدین و اون مخدرات به شام رسیدند، راوی میگه پیرمردی نزد زنان اومد، نزد زنان و عیال و خانواده آقا امام حسین که بر در مسجد اموی ایستاده بودند. آمد و گفت سپاس خدایی رو که شما رو کشت و هلاک کرد و شهرها رو از دست مردان شما راحت کرد و یزید رو بر شما مسلط کرد. مسلط کرد. خب اینجا امام زین العابدین امامه، باید کسی که گمراه، ناآگاه، جاهل، نادان، امام وظیفش هدایت مردم ره. آقا امام زین العابدین حتی در اون حالت باز بر این شدن که این پیرمرد هدایت بشه. رو کردن به اون پیرمرد، فرمودن آیا قرآن خوندی؟ گفت آری. امام فرمودن این آیه رو میدانی که خدا میفرماید؟ سوره شورا آیه 23، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا. من عوض این 23 سال که این همه زحمت بر شما کشیدم، من رسول خدا از شما هیچ اجر و مزدی نمیخوام مگر مودت، محبت قلبی نسبت به ذوی القربا، خویشاوندان. پیرمرد گفت آری شنیدم، خواندم این آیه رو. امام زین العابدین علیه السلام فرمودن ما همون خیشان و ذوی القربای پیامبر. بعد رو کردن فرمودن آیا این آیه رو خوندی؟ سوره اسراء آیه 26، و آت ذوی القربا حقه و حق
حق نزدیکانت را بپرداز. گفت آری خواندم. آقا امام زین العابدین فرمودند اون ذل قربا نزدیکان پیغمبر، خیشان پیغمبر ما این. بعد دوباره فرمودند آیا این آیه قرآن رو خوندی؟ سوره انفال آیه 41 وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ذِي الْقُرْبَى. هر چیزی که غنیمت ببرید یک پنجم آن مال خدا و رسول و فرزندان رسوله. گفت آری. فرمود ذِي الْقُرْبَى و خیشاوندان در این آیه ما هستی. باز فرمود این آیه رو خواندی؟ در سوره احزاب آیه 33 که خداوند متعال می‌فرماید انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این اراده را خدا کرده. انما اداه حصر، یعنی این است و غیر از این نیست. خداوند اراده کرده. انما یرید الله لیذهب، تا اینکه از شما دور کند هر پلیدی را، از شما اهل بیت عصمت و طهارت، و شما رو پاک و پاکیزه قرار بدهد. گفت آری شنیده ام وجود مقدس. امام زین العابدین فرمود ما همون اهل بیتی که در این آیه قرآن خداوند ما را به پاکی و تطهیر، شهادت خداوند متعال نسبت به تطهیر ما، پاکی و منزه بودن ما از هر بدی، از هر پلیدی ظاهری و باطنی، خداوند اینجا ما را مبرا دانسته. تا این پیر مرد شنید آقا امام زین این دو چهار آیه قرآن رو برای این شخص تا معرفت نسبت به امام پیدا کنه. پیر مرد رو کرد گفت به خدا قسم که شما همان افرادید که در این آیات قرآن اومده. آقا امام زین العابدین علیه السلام فرمودن به خدا قسم که بدون شک همان اشخاص ما هستیم. به حق جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ما همان افرادی. پیرمرد وقتی که این رو شنید اشک از دیدگانش جاری شد، داره عمامه خودش رو از روی سرش برداشت، بعد دستهای خودش رو به طرف آسمان بلند کرد، گفت بار خدایا من از جن و انسی که دشمنه آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم باشند بیزارم. بعد رو کرد به آقا امام زین العابدین علیه السلام و عرض کرد آیا توبه من قبوله؟ یعنی من شنیدید که تبری جستم، بیزاری جستم، ولایت و براءت، تبری جستم، آیا توبه من قبوله؟ فرمودن آری، اگر توبه کنی خداوند میپذیره و با ما خواهی بود. این مقام پیرمردی که الان معرفت پیدا کرد، با ما خواهی بود. بعد دار یزید من اون وقتی که فهمود دستور داد این پیرمرد رو بکشند و او کشته شد و شهید راه حق شد. این معرفت امام که ما باید امام رو بشناسیم. خیلی جالب آقا، نسبت به امام زمانمون پیدا کنیم. پیدا کنیم. خیلی جالبه. این پیرمرد وقتی که فهمید که حق و حقانیت چیه، از حضرت خواست که توبه بکنه و توبهش رو هم قسم پذیرفتن و عاقبت به خیر هم شد، شهید هم شد. خود یزید وقتی که خدمت حضرت رسید، خدمت امام زین العابدین رسید که امشب شب شهادت حضرته، از حضرت پرسید که آیا برای من هم توبه‌ای هست و حضرت راه رو نشونش دادن که فلان عمل رو انجام بده که همون نماز قفیله‌ای بود که درس پس میدم خدمتتون. وقتی که میرفت
از محضر حضرت خارج میشد، حضرت زینب وقتی عرض کردن که ابن رسول الله چرا به او یاد دادین، حضرت مطلب خیلی مهمی رو مطرح فرمودن که یک تلنگر برای هممون که ما راه رو باید نشون بدیم، ما امام رحمتیم، اما چیزی که مشخص و محرز اینه که اون توفیق روش رو پیدا نخواهد کرد، توفیق توبه رو نخواهد داشت. از بحث توفیق خیلی مهمه. ما های وقتی که احساس میکنیم داریم از دستگاه حضرت فاصله میگیریم، از عبادت هامون داریم فاصله میگیریم، خدایی نکرده مراقب باشیم دوچار اون ادراجی که علما میگن نشده باشیم، این توفیق رو از ما نگرفته باشن، کم نشده باشه، توبه بکنیم، حضرت هم که باب رحمت خدا انشالله میپذیرند. رضا آقا امام زین العابدین علیه السلام بعد از شهادت آقا امام حسین روایت از وجود مقدس امام صادق علیه السلام که در تمام عمر تا آخر عمر آقا امام زین العابدین علیه السلام در مصیبت سید الشهدا علیه السلام گریه میکردن. وقتی که آب خدمت آقا امام زین العابدین میآوردند که آقا آب بخورند، اگر غذا می آوردند آقا امام زین العابدین نگاه می کردند به آب و خطاب می کردند، می فرمودند چگونه این آب رو بخورند، با دو چشم خودم دیدم که فرزند رسول خدا رو لب تشنه کشتن، گرسنه کشتن. اگر جوانی رو می دیدن آقا امام زین العابدین، اگر طفل صغیری رو می دیدن، عشق از دیدگان آقا امام زین العابدین جاری می شد. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه می فرمایند که بعضی وقتا انقدر آقا امام زین العابدین گریه می کردن که در اون ظرف آب خون از چشمان آقا امام زین العابدین علیه السلام جاری می شد. با این مصائبی که آقا امام زین العابدین علیه السلام دیدند، اما وقتی که از آقا امام زین العابدین علیه السلام سوال کردند که آیا کربلا بیشتر به شما سخت گذشت یا شام، سه بار فرمودند الشام. چرا آقا؟ فرمودند آخر در دروازه شام سرها رو بر نیزه زدند، زن و بچه حریم ما را به عنوان اسیر وارد شام کردند، شهر شام رو چراغانی کردند، مردم شام از روی بام ها بر ما سنگ و آتش می زدند. این گونه لذا آقا امام زین العابدین سه بار فرمودند الشام. شامیان خنده به زخم جگر ما نزنید، ساز با ناله ذریه زهرا نزنید، سر مردان خدا را به سر نیزه زدید، مرد باشید و دگر سنگ به زنها نزنید، به زنان سنگ اگر بر سر بازار زدید، دختران را به کنار سر بابا نزنید، کشتن فاطمه بین در و دیوار بس است، تازیانه به تن زینب کبرا نزنید، گر به دیدار سر پاک حسین آمده اید اینقدر دست به هنگام تماشا نزنید. چه کردن با آقا امام زین العابدین که مثل فردایی که آقا امام باقر آمدن این بدن رو قسل بدن، این وقت دیدن آقا امام باقر بلند بلند دارن گریه می کنن، عرض کردن آقا چه شد؟ فرمودن در هنگام قسل دیدم هنوز آثار غر و زنجیری که بر گردن پدرم انداختن، هنوز آثار بر روی بدن پدرم هست. السلام علیک یا ابا الحسن، یا ابا الحسن، یا علی ابن الحسین، یا زین العابدین، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله،
وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. احسنتم اجركم الله اجركم اجوركم احسنتم طيب الله انفسكم. خیلی متشکرم، ممنونم همه شما بزرگواران عزیز، از داریهاتون قبول باشم ان شاء الله بتونیم جزء پیشوایان و جزء کسانی باشیم که توی این زیارت اربعین جزء اولین کسان وارد حرم آسید شهدا بشیم، بیایم به سمت حضرت بگیم ما سعی کردیم باز زودتر از باقی زائرین برسیم. ان شاء الله اربعین همتون رو اینجا زیارت بکنیم. تماس داریم، شبتون بخیر. خیلی ممنون.